من آقای دکتر می‌خواستم واقعا از کانادا به امریکا موو بکنم با خانم من می‌خواستم من واقعا چه فاکتوری ما باید در نظر بگیریم و نظر شما در مورد اقتصاد امریکا می‌خواستم بدونم. نه آخه اون که خیلی بحث متفاوتی است عزیز، این که چه فاکتورایی میدونید این درست بس این است که بفرمایید چگونه میشه خوب زندگی کرد یا چگونه میشه در زندگی موفق بود، یعنی خیلی کلی است. و بعدم این که از نظر اقتصادی برخی از اوقات برای یه عده‌ای درآمدشون رو از کانادا به امریکا منتقل کنن همین شرایط 5 برابر میشه، عده پنجم میشه، بستگی به نوع شغل و کار داره و زمینه‌های دیگر. حالا شما من بفرمایید که شما چند سال در کانادا تشریف دارید؟ من تقریبا حدود 18 سال هستم. اون وقت همه جای یه شهر بودید یا اینکه در شهرهای مختلف؟ در یک شهر بودم. اون وقت چه شغل و کاری داشتید؟ من تو کار کاستمر سرویس هستم و خانم من کار حسابداری. حسابداری و کاستمر سرویس مقصودتون چی از کاستمر سرویس؟ خانم من کار حسابداری هستن ایشون. من بعد کارم تو کاستمر سرویس هستم. یعنی آخه چه جور؟ آخه ببینید برخی از اوقات این میتونه یه مرکز فقط خبری باشه در حدی که من فهمم. یه زمانی هست که نه واقعا یه مقداری جنبه فنی و تکنیکی داره. نه متاسفانه جنبه تکنیکی فنی نداره. شما چند سالتونه خودتون؟ من 50 سالم. همسرتون چند سالشونه؟ 35. اون وقت فرزند چی دارید عزیز؟ فرزند نداریم. چه مدتی است که ازدواج کردی؟ حدود 7 ساله. اون وقت همسرتون ایرانی هستن؟ بله بله. شما قبلا هیچ کدومتون ازدواجی نداشتی؟ نه. اوکی. خب حالا به من بفرمایید که خودتون کدام شهر کانادا هستید؟ تورنتو. اوکی. در تورنتو که تشریف دارید اگر بخواید به جایی در امریکا بیاید احتمالاً کدام شهر مورد نظرتون بوده؟ والا حقیقتاً تو ما دلیل اصلی این کار به خاطر بازنشستگی هستش. بعد خانم همیشه میگفت ما دوستم جایی بریم که آب و هواش بهتر باشه، گرم باشه نسبت به تورنتو. برای همین گفتم شاید طرفای کالیفرنیا ما میخوایم بریم. خب شما این 18 سالی که در کانادا تشریف داشتید و پرونده و برنامه من چون نمیدونم این موضوع رو، هیچ فایده برای شما داره یا همه اونا پاک میشه و صفر میشه اگر به کانادا بیای؟ حقیقت اینم اصلا من ندارم. این راستن با در مورد اون موضوع مهمه. ببینید عزیز، شما اگر یه سابقه 18 ساله دارید و وقتی به اینجا منتقل میشید خب اونو بتونید یه جوری حفظ کنید یا فواید مالی و اقتصادی براتون داشته باشه یه مسئله است، ولی اگر اونا صفر میشه اون وقت برخی از اوقات مثلا ممکنه بعد از 20 سال یا 25 سال شما بتونید از یه مزایای به یک اعتبار بازنشستگی زودرس برخوردار بشید، بنابراین اون مزایا و امتیازاتی رو که مخصوصا حکومت‌های مانند کانادا دارن ازش بهره بگیرید و بعد اگر خواستید خودتون رو منتقل کنید، چون ممکنه شما بگین اگر 20 سال بمونید چنینه یا 25 سال. من هیچ نمیدونم. به همین جهت است که شما اولین موضوع، چون دلیل درسته که ماجرای آب و هوا مطرحه، ولی دلیل اساسیتون مسائل و موضوع اقتصادیه. چون بعد از اینکه من شما به نقطه مهاجرت میکنیم و مسئله اقامت منتفی میشه، موضوع دوم به طور کلی مسائل مالی هست و چون این مسائل مالی هم اکنون برای شما به نظر میرسه مطرحه و ضمناً تخصص خاصی و یا ثروتی رو هم بر اساس آنچه که فرمودید یا حداقل برداشت من این بود در اختیار ندارید، شما نمیتونید یک مرتبه فرض کنید 18 سال اقامتتون رو یا سابقه کاریتون رو نادیده بگیرید، برای که مخصوصاً چون خودتون اشاره فرمودید که برای دوران بازنشستگی و چیزی از این قبیل میخواید حداقل در یه محیط مناسبی باشید. ولی این محیط مناسب اگر بهترین نقطه روی زمین هم باشه، انسان نتون از نظر اقتصادی خودش رو تأمین کنه یا به هر حال مسائل مالی در کنارش باشه، خب اون وقت یه مقدار جای گفتگو داره. این است که به من بفرمایید که هیچ تحقیقی در خصوص کاری که ممکنه اینجا بتونید پیدا کنید هیچ وقت کردید یا نه؟ در امریکا نه هنوز. اون وقت خود شما خانوادتون در کجا هستن؟ اکثرشون توی کالیفرنیا هستن. اون وقت خانواده همسرتون چی؟ اونا متأسفانه ایران هستن. اون وقت ایشون چه مدتی است در کانادا هستن؟ ایشون قبلا حدود 10 سال توی امریکا بودن و حدود تقریبا 7 سال هستش که مهاجرت اومدن کانادا. یعنی از وقتی با شما ازدواج کردن؟ بله. حالا کدامتون خیلی بیشتر دلتون میخواد که به امریکا یا به کالیفرنیا تشریف بیارید؟ شما بیشتر یا ایشون؟
والا حقیقتا خانم من از امریکا بیشتر از من خوشش میاد. من حقیقتا به کانادا عادت کردم، ولی مسئله که داره در لانتر دارم دنبال مسئله بازنشستگی فکر میکنیم، گفتیم شاید رفتن الان اون بهتر باشه که مثلا زمانی که بخوایم بالفرض بازنشسته بشیم کار انجام بدیم. الان بهتره یه مقدار بریم اوضاع احوال شهران ببینیم و یاد بگیریم. این چیزی بود که واقعا مد نظر من. خب چون شما مشکل زبان رو ندارید، البته نمیدونم ماجرای اقامتتون با قواعد و قوانین که هر روز تغییر پیدا میکنه چه هست، ولی مشکل زبان رو ندارید، ولی مشکل انتقالتون از نظر اداره مهاجرتی نمیدونم، چون معمولا شاید یه مدت کوتاهی بتونید ولی بلند مدت نمیتونید. برای که من دوستانی که کار مهاجرت یا اجازه اقامت یا به هر حال سیتیزنی یا شهروندی کانادا رو داشتم، دیدم برخی از اوقات به من گفتن مشکلاتی برای اقامت و زندگی در امریکا دارن. یعنی شما اولین موضوع و مسئله رو که باید چک کنید باید خاطر کنسته باشه که از نظر اداره مهاجرت مسئله و مشکلی پیدا نمی کنید. یعنی اون واقعا موضوع مشکل شما نیست، بلکه که برخی از اوقات خود اون میتونه مسئله آفرین باشه. دوم مهمش اینه که شما که فامیلی اینجا دارید، اگر سفری اینجا کرده باشید که احتمالاً این کار کردید، خب میتونید ببینید چه امکانات شغلی هست. البته اوضاع اقتصادی امریکا امسال و سال بعد هم تغییر چندانی نخواهد کرد، بهتر میتونه باشه، فرقی نمیکنه که کدام حزب کاخ سفید رو به نوعی اشغال کرده باشن، ولی که مسائل عمیق و سنگین اقتصادی خیلی با این حرفا تغییر و تفاوتی چندانی نمیکنه. به هر حال اینا درگیر یه دورهایی و یا یه مقدار نوساناتی است. ولی باز برمیگرده به این که مثلا فرض کنید اگر اینجا عزیزان و آشنایانتون یه فرصت ها و امکاناتی داشته باشن، اگر بتونن برای شما شغل و کاری رو فراهم کنن، خب خیلی موضوع ساده تر و راحت تر کرد. حداقل بدونید اگر از اونجا خودتون رو میکنید و زیاد چیزی هم از دست میدید، اینجا شغل و کاری دارید. به هر حال میدونید ماها برخی از اوقات از نظر اقتصادی و یا از نظر اجازه اقامت مثل یه سربازی میمونیم که در جبهه هستیم، که این سنگر رو هر اندازه‌ای که ممکنه نامناسب باشه ترک نمی‌کنیم، مگر اینکه سنگر بهتری پیدا کنیم. یعنی به صرف امیدواریم و انشاءالله که نمیشه کاری کرد، یه مقدار باید در این زمینه‌ها واقع‌بین بود. و به همین جهت است که شما باید ببینید که چه جور کارایی اینجا هست. ضمناً خیلی از اوقات ممکنه کار اینجا باشه ولی درآمدش با توجه به سطح زندگی که شما بهش عادت کردید ممکنه اینجا نتونید داشته باشید، و این خودش مسئله است. برای اینکه برخی از اوقات بعضی از این کشورها در یه زمینه‌های هزینه‌هاشون خیلی خیلی بیشتر از کشور دیگری است و ما هم در دوره‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی داریم. فرض کنید زمانی که بچه‌ها کوچکن یا بزرگتر میشن هزینه‌های آموزشی مسئله است، ولی سن یه ذره میره بالا مسائل بهداشتی و بدن مواظبت و مراقبت‌های خاص در سنین بالا مطرحه. مهم اینه که کدام یکی از اینها بیشتر براتون یا مناسب‌تر. اینی که من توصیه می‌کنم یه مقدار اطلاعات رو بگیرید. اطلاعات این که اولا اجازه اقامت میتونید راحت بگیرید یا نه، یا چه شرایطی داره. دو شغل و کار جان. من ایشون سیتیزن امریکا هستم. خب میدونم، حالا همون مهم این است که شما با توجه به اینکه به نوعی سیتیزن شهروند کانادا هستید، چون 18 سال اونجا بودید، خود این آیا تازه تحصیلاتی فراهم میکنه یا موانعی است؟ احتمالاً با توجه به ماجرای همسرتون از اون بعد مشکل ندارید. برای من دومین مسئله مسئله شغل و کارتونه. یعنی واقعاً چه کاری اینجا هست و حدود درآمد شما چه است که بر مبنای اون ببینید میتونید اون حداقل سطح زندگی رو که باش راحتی یا بهش عادت کردید تو اینجا داشته باشید یا نه. چون برخی از اوقات واقعا 700-800 سال قبل سعدی به درستی گفته که سعدی ها خب به وطن گرچه حدیث شریف نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. بعضی از اوقات حالا ما که اون احساس مالکیت و تعلق رو به اون صورت حالا بعضیامون نمی کنیم، همچنان خانه اصلی و اساسی ما ایرانی، ولی همچنان شمایی که 18 سال اونجا بودید به این راحتی ها یه تصمیم عجولانه نگیرید و اینکه من واقعا نظری بدم رو به حساب نیاره. شما اول اگر اداره مهاجرت مسئله نیست که به نظر میرسه نیست، فقط مسئله اصلی شغل و کاره و درآمدی که میتونید داشته باشید که با اون آیا هر روی شما میتونید اون حداقل زندگی رو فراهم کنید. اگر این دو تا شرط رو انجام بدید، بعد اینکه بفرمایید من ما به هر حال امریکا رو یا خانمم ترجیح میده، شما که خانواده اینجا هستن، یا فرض کنید آب و هوا براتون مهمه، یا بازنشستگی رو در این مناطق یه مقدار گرم‌تر می‌خواید بگذرونید، خب همه اینا اون وقت کاملا قابل توجیه. ولی بدون اجازه اقامت و بدون مسئله مالی با
به نظر من ماجرای مهاجرت خیلی کار پخت و به هر حال حساب شده نیست. به هر حال امیدوارم هر چه خیر صلاتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنونم. تمنام کنم. خیلی خوشحال شدم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام. با ما باشید. KIRN Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. متشکرم. من یه سوال داشتم راجع به رابطه‌ام. حدود 4 سال و نیم هستش که در ریلیشنشیپ هستم. حدود 6 ماه پیش تقریبا نامزد کردم و 2-3 ماه بعد اینو به هم دادم. حالا سب کنید. اول شما چند سالتون عزیز؟ من 29 سال. و هم نامزدتون چند سالشون؟ همچنان. اون وقت شما از کجا تلفن میکنید؟ من از کانادا. وقت چه مدتی شما کانادا هستی؟ 5. و ایشون چه مدتی کانادا هستن؟ فکر میکنم هم 15 سال. پس بنابراین ایشون بیشتر از شما بودن. شما تقریبا نزدیک به همون ایامی که وارد کانادا شدید هم با ایشون آشنا شد. بله. برای که میگه 4 سال و نیمه. بله. به من بفرمایید که آیا خانواده های شما با این رابطه مخالفتی داشتن؟ نه نداشتن. اولش نه ولی بعدش که خب یه مسئله پیش اومد یک مقدار پدر مادر من مخالفت نه به اون صورت بیشتر به واسه خودم گذاشتم ولی خب خیلی هم راضی نیست. اون وقت شما چی خوندی چه میکنید ایشون چی؟ من ایران زبان ادبیات خوندم اینجا معماری یعنی دو تا لیسانس دارم. درستون تموم شده یا نه؟ بله. کارم میکنید یا نه؟ بله. تو رشته خودتونی داخل؟ بله. آکه ایشون چی؟ ایشون درستشون ما دستگانه تو داره یعنی دانشگاه تموم نکردن هی یکی دو سالی هم از یه شاخه به شاخه دیگه پریدن و بعد کلن تموم نکردن درست ولی کارشون مدیریت هستش توی یه شرکت. اگر 100 دلار الان در میاد اگر با هم زندگی کنید چقدر رو ایشون در میارن چقدر رو شما؟ میخوام بگم آها اوکی یعنی مثلا 66 و 33 اوکی خب بعد بخوام که من تازه شروع کردم به کار رفتم. خب چه خبر است رابطتون است؟ ببخشید صدا یه دفعه خراب شد نمیدونم چی. الو صدا من نه الان یه دفعه خراب شد ولی درست شد جان. از همون اول یه سری مشکلاتی که یعنی من دیدم ولی خب فکر نمی‌کردم که شدت زیاد بشه فکر نمی‌کردم خیلی شاید تاثیر بذاره رو رابطه یه نقطه ترخشگری ایشون بود یعنی یکم حالات خشم و عصبانیت داشت یعنی شاید یه چیزایی که به نظر من کوچیک میومد و میشد که با صحبت حل کرد جور دیگه ای من عکس دارم من میدم از ایشون همیشه سعی داشتم که درستش کنم خیلی وقت بعد به خصوص یکی دو سال بود که من اصرار داشتم به این تراپی و اینو که هیچ وقتشون قبول نکردم. این خشم و عصبانیت فقط با شما داشتن یا نسبت به دیگران هم داشتن؟ نسبت به نزدیکانشون داشتن. یعنی بعدن که ما حالا اگر از کانفرد مرسون بعدن که بالاخره که خیلی همه چی باله گرفت رفتیم یکی دو جلسه تراپی خودشون گفتن که من با تصدیق که خیلی باشون هست نزدیک بودن میکنم بیشتر من دارم که مثلا سوایت هم آشد. خب اونا معمولا مال آسیب 3-6 سالگی شما. حالا ببین سوال من از شما چند تا ایشون خواهر برادر دارن؟ یک برادر. بزرگتر کوچکتر چرا؟ کوچکتر. هر دوم بچه اوله خواهر برادر. ایشون با دومی چقدر ازشون فاصله دارن؟ 3-4. شما چی؟ من 7 سال کوچکتر از اون برادر. خب حالا این البته ایشون میدونید که تو سن مثلا 14-15 سالگی اومدن. سن بدی نبوده ولی سن مناسبی هم نبوده. کم وقت... تر اون وقت بعدش هم به من بگید که آیا این خشم و عصبانیت تو پدر و مادر ایشون هم فکر میکنین هست بر اساس اطلاعات دارید یا نه؟ نه. اوکی. نه به اون صورت یک مقدار شاید مادر فکر کنم عصبی هستن ولی اون وقت بعد ایشون هستن وقتی ایشون عصبانی میشن چی کار میکنه؟ خیلی
داد و بیداد هست، یعنی با صدای خیلی بلند حرف زدن، داد زدن اینا. خیلی وقتا توهین هم البته مشکل دیگه بود که توهین به من، یا مثلا بی احترامی، یا یه جوری مثلا که کوچیک کردن توی بحث، میدونی چی میگم؟ اون حالت گاهی وقتا به خودشون توهین میکنن، مثلا من اینه اینه مثلا من هیچ کار کردم، یه حالت اینجوری. بعضی وقتا البته این کمتر شده بود، اینا بخاطر ولی مثلا موبایلش رو شب پرک میکرد، یا بعد مثلا حالت اینجوری. بعد یه مسئله دیگه که بود، یه چیز مشکل دیگه که داشتم که اوائل مشکل داشتیم، میشون سلاری بودن و خب دوستان اشتم و اینه بالاخره ترک کردن و اینها. حالا مسئله دیگه که اصلی تر شده، ما نامزد که کردیم بعدش که خب ایشون چون قبل همیشه تو خونه یا خب مستقل نبودم، ولی بچه خونه خوش نگفتن، این مقدار ارتباط ما بیشتر شد. من میزم که ایشون خسته اکثر مواقع، یا خسته، یا مثلا میگفتن استرس هم سر کار، استرس هم، یا مثلا بوتل نشتن، یا خیلی مریض بودن. خیلی این چیزا پیش اومد تا اینکه بعدش سر یه سری مسئله که خب من نمیدیدم که نرمال نیست یه چیزایی، به من گفتن که گاهی وقتا، یعنی حدود 5-6 سال هستش که به مدت مثلا آن ان آف یه سری مثلا قرص های خواب‌آور، یا حتی گاهی وقتا گفتن که مثلا قرص های مسکن، یا مثلا اگه بود همینجوری احساس میکنم که برم اگه آرامش میده مثلا یا ستا مثلا تنه رو میخوردم، یه تنچین چیز. تو من خیلی شوک شدم بعدش که برای این و چیزهای دیگه رفتیم تراپی. فقط 3 جلسه ما رفتیم که بعد دیگه جلسه آخرش گفتن که من حالا بعدا میریم دوباره و اینا، که بعد دیگه انقدر طولانی شد یه 3 مسئله دیگه پیش اومد که من اصلا کلا نامزده به هم. ولی بعد اونجا هم گفتن که من خب از 17 سالگی 16 سالگی سیگاری بودم، پس سیگاری که ترکم خب برم سخت بود. از اما 17 سالگی تا شاید 23-24 فکر میکنم، حالا نمیدونم دقیقا چه مدت، ولی یه همچین مدتی مثلا ماریجوانا تقریبا هر روز مصرف کنم. اونها رو که استاپ کردم خب سخت بود. بعد مثلا گاهی وقتا این قرصا رو هر وقت که مثلا این قرصا رو من نمیدونم چه قرص تایلان و اونا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. خب اینا چیزایی هستش که میگن مثلا اگه بوده تو خونه هم اینجوری، یعنی بدون، یعنی نه برای اینکه درد رو. آخه از کجا میدید تایلان رو هست؟ من اینا چیزایی که برم شنیدم و مطمئن. آخه شما با یه آدم 4 سال و نیم بودید هنوز بر اساس شنیده ها میخواید قضاوت کنید؟ یعنی شما چرا اینقدر نمیخواید بدونید؟ یا به هر حال فکر میکنید؟ نه طبعا میخوام بدونم. آره سوالم از شما هم دقیقا سوال من است که آدم یکی من میگه من با یکی 4 سال و نیم بودم، یه فرصت های زیادی هم تونستی با هم داشته باشی، من واقعا نمیدونم این آدم چی مصرف میکنه. من فکر میکنم چیز جدی خاصی. آخه هیچ کسی قابل قبول نیست از نیست که برای مشکل ذهنی و روانی سه تا تایلنول بخوره. آخه اصلا معنی نمیده. چه فرقی میکنه؟ تازه ای بس ها یه مقدار حالات روانیش هم میتونه بدتر هم بکنه. من نمیفهم. یعنی من برام مشکل قبول این حرفا. بعدم شما یه جوری چیز کنید سیگار میگشتم بعد نتونستم، بعد 5-6 سال ماریجوانا مصرف کردم، بعد اونو گوشتم کنار، باید یه قرص های دیگه میخوردم. خب هیچ کدوم مدادم البته میگن که نبوده. خب نه، من کاری به گفته ایشون ندارم. من یه مقدار اینا با هم هماهنگی و همخوانی لازم رو نداره، یعنی یک دست به نظر نمیرسه. ولی شما هم که با ایشون این هم مدت بودی، بعد دلیلی که شما نامزدی رو به هم زدید چه بود؟ دلیلش همین همین مسئله که میگم، خیلی سر همین جریان ها. خب من فکر میکنم که بریم تراپی، بعد مثلا خب بریم کنم که یعنی با ازشون خواستم که خب آزمایش بدن و ندادن، یه سری یه چیزایی شد که باعث دعوایی بیشتر شد و بعد دیگه من به هم زدم. ولی متاسفانه یا نه متاسفانه خوشبختانه دو ماه بعد دوباره برگشتیم که مثلا ببینیم که میشه یا نمیشه، ولی نه به عنوان نامزد همینجوری. ولی یکم یه مسئله که پیش اومده اینه که خیلی رابطه سرد شده. من خودم خیلی، یعنی نمیدونم، این طبعه صحبت شما همیشه گوش میدم، میدونم که میگین خشم و عصبانیت و این حالا خیلی سردی میاره تو رابطه، میدونم در دلش اونه. نه بیش از سردی عزیزم، من همیشه گفتم خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی میرسونه. نه موضوع جدی بی‌تفاوتیه بیشتر. بله میدونم. اینکه عشقی در کار نبوده عزیز، چون شما برای چی میخواید بگید عشق؟
آخه عشق ویژگی هایی داره، من در حرفایی شما میشه این را نمیدونم. و این شرط عشق اینقدر صراحت و صداقت هست که آدم به اون آدم صادقتر و صمیمیتره تا با خودش. و شما هنوز در پنهانکاری ایشون موندی. کدام عشق؟ خب بله، یکی از صدایی هم که همین باعث شد که من خیلی ناراحت شدم موقع همین بود که من گفتم حتی اگه اینا بود اینا رو بعد یعنی ایشون گفتم من بهت گفتم، گفتم خب من خیلی چیزا رو دیدم که بعد شما من رو شد بگی و اگه که بود کاش زودتر به من میگفتی. یکم اینا هم بودش که منو خیلی حالا به من اینو دقت کنید چون برای من مهمه، تو این تراپیایی که رفتی دو تا اعتراض و اشکالی که ایشون به شما داشتن چه؟ ایشون میگفتن که من ایراد میگیرم خیلی و همچون که اصلا قبولشون ندارم. خب من این خواستم کام همین بود فقط چیز دیگه این نبود. همین که هستن یعنی اگر یک کسی مثلا حرف زشت میزنه مثلا آدم قبولش بکنه؟ اونو قبول کردن که دوست دارن که هر چه این مسئله و مثلا اگر توهین میکنن یا هر چه، ولی آره چی من نمیدونم چیزی که میگفتن اونجا این بود، چون مثلا من یه مسئله که داشتم گفتم مثلا من خیلی وقتا بود که یعنی میتونستیم وقت بیشتر با هم بزنیم ولی ایشون یا قصده بود یا عصبانی بود یا همیشه یه من پرابلمی داشت و میگفتش خب این بود بخاطر که من اگه میومدم مثلا فرسان پیش تو میخواستم که خب آروم باشم مثلا حرف نزنم مثلا موقع ریلکسین باشه، ولی تو همش مثلا میخواستی حرف بزنی یا مثلا این کاری کنیم یا هرچی که من اصلا آقای کنچه رو قدیه چش به ریلکسیشن برای چی دارم؟ ریلکسیشن مثل غذا است، آدم 15-20 دقیقه میخوره، ریلکسیشن که آدم 4 ساعت نمیخوره. بعد آخه یک کسی بگه من ترجیح میدارم با تو نباشم، بعد از بله بله همین صحبت از علاقه بکنیم یا شما صحبت از عشق بکنیم؟ خب همین دیگه، این چیزا خیلی من رو زده کرد واقعا. بعد الان هم زده کرد نیست عزیزم، اذیت نشید چون شما روی خطی میگم، آخه شما به من علاقه نشون میدید که هیچ معنی براتون هیچی نداره. یعنی شما مثل این میمونید که من دارید میگید چون یک کسی منو میخواست منم او رو خواستم، و این یکی از خطرناکترین دلیل برای بودن با یک کسیه که چون اون منو خیلی دوست داره منم خب فکر کنم چون هیچ کس منو هیچ وقت دوست نخواهد داشت یا بهتر از این پیدا نمیشه کنارش هستم، ولی که نشون دهنده احساس عدم امنیت شماست که البته با فاصله چند سال زیادتون با برادرتون این مقدارش میشه فهمید. حالا یه سوالی من از شما دارم، ایشون غیر از اون حرفی که زدید هیچ گله و شکایتی از شما نداشت، خب چرا؟ یه سوال شاید مهمتر، شما برنامه‌تون برای ازدواج چی بود؟ نامزد کردید که چی؟ شما که 4 سال با هم بودید؟ بله. حالا چه نامزدی می‌خواستید؟ من اینم یکی از چیزایی بود که باعث مسئله شد. من نمیخواستم، یعنی وقتی که نامزد کردم فکر میکردم خب دیگه مثلا 6 ماه بعد ازدواج کنیم یا هرچی، و خانواده من هم همینطور. نه آخه فکر کردنی نیست، قرارتون چی بود؟ خب اصلا با اونجا نرسید که قراری بشه و خانواده اینو آخه سب کن عزیز، آخه ببین من نمیفهمم، من برام خیلی جالبه مثل اینکه آدم قرارمون هیچ وقت همین که میگم براتون با هم که میومدیم صحبت کنیم همیشه دعوا میشد. یکی از چیزایی که باعث دعوا شد اولین چیزش همین بود که اومدیم راجع به این قضیه صحبت کنیم، ایشون گفتن خب نه من مسئله مالی و اینا واسه حالا ازدواج نشد مثلا اینکه با هم باشیم اینا الان نمیشه، باز باید صبر کنیم مثلا یه سال یا هر چی اینا، که دوباره سر مسئله باز دعوا شد. من مشکل کامیکیشن خیلی داشتم همیشه، همیشه هر وقت اگه عزیز من ببینید آدم درباره اینکه کی میخواد ازدواج کنه که دعوا نمیکنه، ممکن نظر متفاوت داشته باشه، ولی من حرفم این است که شما میگید تو ذهنتون این بوده که 6 ماه بعد ازدواج کنم، شما حق ندارید برای خودتون چی تصمیم بگیرید، کاری که دو نفر باید 100% راضی باشن. شما این میگفتید، او به من گفته که 6 ماه بعد از نامزدی ازدواج میکنی، خب این یه مثلا. نه نه اون نگفت، این میگم صحبتش رو بعد بعد همون شد به سال بعد دیگه، ولی خب من توافقمون برای یه سال بعد بود. چرا با هم ازدواج نکردی؟ شما دوتایی که دارید درس کار میکنید و هم هر دوتاست هم هزینه دارید تا زندگی دارید، حالا یا تنها یا با خانواده، چه اشکال داشت با هم زندگی کنید؟ چه اشکال داشت عروسی کنید؟ آره میگم چرا عروسی نکنید؟ دوتا دختر، پسر و دختر 29 ساله چرا ازدواج نکنید؟ الان سوالتون برای همین الان هم؟ نه من قبلی که 6 ماه اصلا چرا نامزدی؟ 6 ماه قبل که شما نامزد کردید عزیز چرا همون موقع ازدواج نکنید؟ دو تا آدمن، درساشون خوندن، سر کارن، دارن حقوقی میگیرن، درآمدی دارن، دارن زندگی میکنن، جدا زندگی میکنن، جدا خرج به شما نهار میخوره، اونم نهار میخوره. یه جام که باشید ای بسا خیلی از هزینه ای بسا کمتر هم میشه مثلا اگر جدا زندگی میکردید. چرا ازدواج نکردید؟
مانعتون چی بود؟ یعنی نگرانی هر دوتون یا تردیدتون کجا بود؟ اصلا وقتی نامزد کردیم در دعوا پیش اومدی و من خواستم بله من اصلا کلا رجوع ازدواجی بهشون تردید داشتم و دارم. خب حالا دو تا سه تا ای و ایشون چی هست؟ غیر از این حرفایی که زدید عصبانیت و یا احتمالا توهین دیگه چی؟ همین هم در من چیزایی که نراتم کرده برستم کنم که شما تا دو تا چیز دیگه من گفتید عزیز، راستگو نیست، از جانب دیگه من برگشتید گفتید نمیخواست با من باشه، از طرف دیگه گفتید من روش نمیتونم، این که نمیخواد با من باشه اینا مثلا به جریان مثلا سه طرف که میگفتن مال مثلا صحبت پار سال و دو سال پیش اینا، ولی همون موقع اینطور نبود، یعنی اون موقع بیشتر میخواستم با من باشن. مسئله یه مسئله دیگه حالاتی داریم این هستش که یکم نقاط مشترک مثلا میکنم علاقه مشترک اونها اینها کم هستش با، یعنی من خیلی بیشتر رو فکر میکنم محله یه سری چیزایی میخواد هستن حالا عدوی یا شعر هنر این رو چیزا هستم و خودم میخواد چون 14 ساله اومده اینجا دیگه با ادبیات و شعر نه دقیقا میدونم نه که تقصیر نیست نظرم نه قسم تقصیر نیست، یعنی میگه همچه آدمی نداره، یعنی میخوام بگم با اون دلیل توجهش کنم، یعنی شما از کسی که اینجا بزرگ شده یا در 12-13 سالی که آمده اینجا و درگیر زندگی بوده که نمیتونید و درسش هم تازه تموم نکرده این سال داشتید که با ادبیات قدیم ایران یا معاصر ایران آشنا باشه، خب یه ذره جای گفته بوده. حالا روی خط باشید بذارید پیام وار بشه این صحبتون رو با هم ادامه بدید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در ادامه گفتگو با دوست عزیزی هستیم، ولی فقط یادآور میشم که امروز سه‌شنبه ششم نوامبر هست، بنده از سفر برگشتم به در خدمت هستم، بنابراین برنامه مانند برنامه های دو هفته گذشته برنامه در حقیقت تکراری نیست و اگر مایل بودید میتونید تلفن بفرمایید با شنونده عزیز گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم چی فکر کردید عزیز توی مدت؟ یعنی چه چیزی؟ ببینید من خیلی به نظرم رابطتون یا سطحی میاد یا بازی میاد یا یک کار دوتا آدمی است که خیلی دل در این رابطه نداشتن و مدتش هم طولانی است، چون میدید بالاخره قرار هست که افراد تصمیمشون رو برای زندگی بگیرن و ضمناً ماجرای نامزدی رو هم نمیدونم چی بود بس چرا سرش دعوا بشه. حالا سوال من از شما اینه که شما که تصمیم گرفتید نامزدی رو در به هم بزنید، واکنش و رفتار ایشون چه بود و حالا کجا هستی؟ واکنششون که خیلی ناراحت شدن و یه در مدت میکنم دو ماهی با هم صحبت نمی کردیم، بعدش که برگشتیم همین الان که میگم فکر کردیم که دوباره سعی کنیم حالا مثلا این شنکم رفتارشون کار کنن و مسئله دیگه، ولی اولش مثلا خوب بود دوباره انگار که مثلا یه دو سه هفته، ولی باز مثلا سر یه چیزی که مثلا این وقتی یه مشکلی پیش میاد یا حتی مشکل هایی شده کچه مثلا یه حرفیشون بزن من خوشم نهره بعدا بخوام فقط حرف هایی مثلا بگم این چیزی که شما گفتی من مثلا خوشم نهره من به این دلی زود عصبانی میشم، یعنی همون این که من گفتم همون باز واسه داد و بیداد و دعوا این هر شد که من یعنی احساس کنم بعد اون اصلا یه یعنی وقتی برگشتم باز یکم امید داشتم و مثلا یکم شروع اشتیاق داشتم، ولی بعد اون که دوباره مثلا احساس کردم که یکم انگار که مثلا زود یه نظر منو بخوان که چه اصلا مثلا تو مشکل ایشوی اوورریاکت داری اصلا تو این ایشو رو داری تو سایکوی مثلا چی به شما میگه؟ نه به شما اینو میگه؟ بله شما اگر فرد نه سب کنه شما اگر مثلا میگید اون حرفی که زده شد منو ناراحت کرد ایشون عصبانیت، اصلا شما همه این حرفایی که ایشون شما رو متهم میکنن درست، شما اصلا دیوونه اید، ایشون چرا عصبانی میشه؟ خب آخر من ببینید از ایشون یعنی از میگن که تو همش انگار که انگار از این ناراحته که من فهم کنم همش میخوام ایراد بگم ازش، در اصل که اصلا مسئله این نیست، ولی من فهم کنم اگه مسئله پیش میاد من باید کامونیکیت کنه و صحبت کنه درشش، یعنی من یه مشکل رو نداشتم شاید مثلا درشش و قبل، ولی این برام
یعنی انگار که همیشه همه چی باید تو دلم بمونه و الان مثلا جوری شده که خب مثلا این ماه که خیلی البته کم هم دیگر رو میبینه تو کنم هفته یه بار مثلا خیلی هم با هم انگار صحبت نمی کن. ولی اگر هم که نمی کنیم این کار، یعنی من اگر که زیاد چیزی نمیگم و اینا بخاطر این که فکر میکنم اگر ناخودآگاه از این میترسم که باز دعوا نشه یا مثلا باز چیزی نشنم، ولی همون حالت بی تفاوتی هم من به وجود آورده. مثلا با هم که هستم مثلا حرف زیادی انگار نداره. خب کی اصرار داره برای اینکه رابطه ادامه پیدا کنه؟ ایشون بیشتر اصرار داره. من راستش تو این مدت چیز نگفتم دوباره جنگ راجب اینکه بخوام به هم بزنم یا هرچی، بیشتر فکر کردم روش. الان هم میخواستم نظر شما رو بپرسم کمک کردم. آخه عزیزم من نمیدونم، به نظر من از آغاز خیلی رابطه رو عمیق و سنگین نمیبینم. و در بله حل... عمیق نیست. اولش شاید بود ولی بعدش چطور شد که واقعا نه خیلی عمیق نیستش. منم آیا خانواده های شما خانواده های شما الان با به هم خوردن این رابطه راضی تر و راحت ترن یا نه؟ خانواده شما مخصوصا خانواده من؟ آها دلشون میخواد این رابطه تموم بشه یا میخوان؟ اون موقعی که من به هم زدم که البته مسئول بسرم به همین گذاشتم و به هم زدم این گفتم خب چرا و گفتم بهشون، پدرم با حرفی که خب شنید گفتش که به هم نمیخوری اینو مثلا چیزی که الان باید تموم شد چرا بعد هم مثلا تموم شد، ولی الان چیزی نمیگم، میگم به وقتی من گوش تر. خب ایشون حاضر هستن اگر علاقه بندن به این رابطه بیان یه تعهد در 20 جلسه ای هفته دو سه دفعه برید پلوی کسی رو حاضرن بدن؟ ببخشید آیا این نامزد سابق شما یا دوست شما حاضر است حاضر باشه بیا در 20 جلسه هفته دو سه دفعه برید ببینید واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه؟ من فکر نمی کنم بخواه میگه قبلا این مسئله پیش اومد، مثلا همون چند ماهی پیش قبل اینکه نامزد به هم بخوره قرار بود این کار رو بکنیم، ولی سه دفعه رفتیم بعد مثلا ایشون میخواست که جلسه بعدش حالا مثلا دو هفته بعد داره دوباره جلسه بعدش حالا مثلا هی فاصله بندازه که منم میگم واقعا خسته شدم دیگه. یعنی خب حالا اگر یک کم ببینید عزیز نصب کنید، اگر یک کسی واقعا معتقده که یه رابطه هست و شما میخواید تمومش کنید ولی اون نمیخواد، حاضر باید باشه که یه راه معقولی رو بپذیره. اگر نمیخواد بپذیره خب ما مسئله داریم دیگه. یعنی شما چرا یه شرط رو براش قائل نمیشید که یا بیا بریم دکتر تا اونجایی که معلوم بشه ما میتونیم با هم ادامه بدیم یا نه، یعنی دوتایی به این نتیجه برسیم، اگر نه که خب حاضر نیستی این همکاری رو بکنی چه دلیل داره ما ادامه بدیم؟ فکر کن جواب این حرف شما رو چه خواهد داد؟ فکر میکنم خیلی سخته قبول کنن در حرف، ولی در حرف خب هر وقت عمل به هم زدن تمومش کنیم. شما میگی به هفته دو روز خب شما فکر میکنین اگه یه رابطه اینقدر مسئله و مشکل داشته باشه من نمیدونم مثلا حل میشه؟ مثلا حرفای شما رو اصلا رابطه نمیبینم، من بیشتر فکر کنم شما دوتا و سر تنهایی شما تازه وارد کانادا شدید دقی رفتی توی رابطه، چهار سال و نیم توی رابطه موندید، اینقدر کم میدونید اینقدر فاصله دارید چرا موندید؟ به نظر من از نظر من شما از سر ناچاری یا سر یه به هر حال لجبازی حالا با خودتون یا دیگران یا اینکه اصولا نمیخواید تغییر بدید، ولی ایشون رو هم نمیدونم. من از اگر خودشون بودن میشد چیزایی از حالات روانی ایشون فهمید، ولی حال روانی شما خیلی به نظر پسیو اگریسیو میاد، یعنی یه مقدار منفعل احتمالاً پرخاشگر. شایدم نظر ایشون درباره این که شما یه ذره گله و شکایت میکنید اینجاش درست باشه، گرچه ظاهرا هیچ حرفی نزدید و خودتون رو کاملا عادی نشون دادید، ولی من با بقیه حرفاتون نمیخونمش نمیبینمش که این گونه باشه. بنابراین من فکر کنم هر دو احتیاج دارید، برو ایشون نیان شما برید تکلیفتون با کسی روشن کنید. من اگر جای شما باشم به جای این تلفن کوتاهی که متاسفانه بیش از این نمیشه من با شما دارم، شما میتونستید با کسی 5 جلسه 10 جلسه شرکت کنید، اگر ایشون پاستن میتونستن به شما ملحق بشه حداقل خودتون تکلیف خودتون روشن کنید. تو این رابطه اینجوری موندن آسیبش خیلی سخت و سنگینه و بعد کار دستتون میده، هم برای روابط بعدی هم برای همین رابطه اگر یه روزی بخواید ادامه بدید خیلی چیزا رو توش خراب کنید. بنابراین من توصیه من است که اگر ایشون آمدن نه نیومدن حداقل شما چند جلسه برید که خاطرتون آسوده بشه، تصمیم درستی گرفتید و این بار رو با خودتون به رابطه های بعدی یا به زندگیتون نکشید. به هر حال امیدوارم هرچه خیر صلاحی یعنی به وقت پیش تراپیست نه فرقی نمی آخه ببینید میدونم که اینا واژه ها فرق میکنه، ولی ما هر حال هدف این است که کسی که به اندازه کافی دانش و آگاهی داشته باشه کمکتون کنه
که شما یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون و از رابطتون و مسائل و مشکلاتون پیدا کنید. حالا نامش روانپزشک، روانشناس، مشاور فرقی نمی‌کنه، چون در کشورهای مختلف این نام‌ها مختلف و متفاوتن. مهم اینه که کسی بتونه شما رو به مقدار زیادی بشناسه، کمکتون کنه، چراغ‌هایی رو براتون روشن کنه که هر جلسه که میرید چند یا چندین مورد رو درباره خودتون یا موضوعی زندگی بدونید. و از اونجاست که فکر کنید خب رفتن به اینجا فایده و نتیجه داره. اگر اون فایده و نتیجه رو میگیرید ادامه میدید، در غیر این صورت که یا کار درست نیست یا اون فرد مناسبی نیست. در حال امیدوارم بتونید مسئلهتون رو حل کنید، ولی این کار بدون مشورت حل نمیشه. بعدم اگر ایشون شرکت کنن خیلی خیلی کارا بهتر میشه. برای خوش آشنام کنید. تمام نام کنید. راد ایران بفرمایید. الو با من هستید؟ بله خواهش کنم بفرمایید. خیلی ممنونم که جواب تلفن من رو میدیدین. اگه دختر دارم که درستش خیلی خوبه، دانشگاه خیلی خوبی هم داره میره، برای پزشکی قبلا میخواسته چیز بکنه، ولی الان اعتماد به نفسش اومده پایین، میگه نه برای پزشکی من قبول نمیکنن و به این راحتی چیز نیست. یعنی حالت اضافه کرده. نه صبر کنید، شما به دخترتون چند سالش عزیز؟ 21. نه صبر کنید، اولا اون سر صدا پخش میشه عزیز، لطفا با اون کاغذا ور نرید. به 21 سالشه. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟ من 3 تا دارم. الان اینفورمیشن رو میدم، همه میان میگن این خانم پدر پای رادیو. من میخوام خودم ببینم این دختر بزرگم. آقا بدون اطلاع شما چرا فکر کنید به من کسی اطلاع بده؟ بدون اطلاع بنده چی میدونم؟ و اگر هم چی نگاهی داره 21 سالشه، به من بفرمایید معدلش چقدره میدونید؟ 3.4. خب 3.4 خیلی خوب نیست برای پزشکی. از کجا هست؟ دانشگاهش کجا؟ یوسی. یوسی چی عزیز؟ یوسی سندیگو. خب اونجا دانشگاه معتبری است. 3 و 4 اش خوبه. خب وقت امتحان امکتش رو داده، شماره شو میدونی؟ نه دکتر اصلا این کارو نمیخواد بکنه. حالا خب نمیخواد بکنه. شما چه جوری؟ خب من میگم یعنی چجوری میتونم تشویقش کنم، چیزش کنم؟ به شما مربوط نیست. شما چرا میخواید تشویقش کنید؟ شما اگر یک کسی بخواد یه رشته رو بخونه، فرزندتون شما که نفی برش شغل و کار آینده شو مشخص کنید. بعدم استدلالش چیه؟ استدلالش برای اینکه نمیخواد بخونه چیه؟ ای دخترتون چی میگه؟ بهش بگید. دوستان کم لطف ما اشکالی هم نداره. ببینید، نه اینکه البته من متوجه هستم که بسیاری از ما دوست نداریم مسالم رو خط رادیو یا تلویزیون مطلبش، من کاملا میفهمم و موافقم، ولی اگر لطفی تشوردید اون وقت است که ممنونتون میشم اگر بفرمایید. حالا توصیه‌ام خدمتتون این است که حتما با دخترتون برید با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، مقدار واقع بینانه باش، آشنا هستید و او هم میدونه چیکار میکنه. من شما به عنوان پدر و مادر میتونیم نظر و عقیده داشته باشیم، من شما به عنوان پدر و مادر میتونیم مسائل و مشکلاتشون رو براشون اگر هست کمکشون کنیم که خودشون طرح کنن، حل کنن، ولی ما قرار نیست بهشون بگیم که احتمالاً شما باید چه رشته‌ای بخونید. اونم غالب اوقات به خاطر ما، اونا نیومدن، آرزوهای ما رو یه جوری برآورده کنن، اونا نیومدن خواسته های ما رو برآورده کنن، اونا نیومدن احتیاجات ما رو به هر چیزی که هست برآورده کنن. به همین جهت اونا قرار کار خودشون بکنن، ولی خیلی از اوقات بچه‌ها مسائلی دارن، مشکلاتی دارن، و اگر از راه دوستی و صمیمیت باشون و کنارشون باشیم، اگر بریم پلوی کسی که بتونه اونا و ما رو بشنوه، اون وقت است که بسیار از این مسائل میتونه حل بشه. به هر حال امیدوارم که بتونید این موضوع رو حل کنید. ماجرای رفتن به دانشکده پزشکی به هر حال یه حداقلی رو احتیاج داره. اون حداقل یه مقدار تعهدی است برای چند سال درس خوندن، یه تعهدی است برای درگیر یک محیط رقابتی شدن، برای تعهدی است در مقابل واقعا یه نوعی از زندگی که بعداً میخواید ادامه بدید، که بسیاری ممکنه اونقدر بهش علاقه من نباشن یا خودشون رو تا این حد نخوان درگیر موازی یا مواردی از این قبیل بکنن. خیلی از اوقات هم واقعا بچه ها به دلایل جزئی و بی اهمیت نظرشون رو عوض میکنن و راهی که صلاحشون هست رو نمیرن. خب در این گونه موارد مهم اینه که اونا بخوان برن و مطمئن باشیم که چنینه. و این کار بدون اینکه خودتون و همسرتون، اگر با دخترتون برید پلو دکتری که 2 ساعتی وقت بگیرید، معمولا مسائل به مقدار زیادی روشن میشه و خیلی از اوقات هم شما خاطرتون آسوده تر میشه، هم دخترتون، و هم به یه توافق میرسید. ولی البته تصمیم نهایی به عهده اوناست، برای که اونا هستن که باید با این نوع
رشته تحصیلی یا چیزی از این قبیل زندگی کنن. من چون یه دقیقه و نیمی به پیام ها هست، اجازه بدید از اون استفاده کنم برای پیام هام. پیام ها رو میشنیم با خلاصه اخبار، بعد با خطوط ما که همه پر هست با شنونده گرامی بعدی گفتگویی رو خواهیم داشت. کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو به نتیجه مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان و 40 چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران بر روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهان هست که از 1966 تا 91 ادامه داشت رو تحت عنوان خوشبختی از دیدگاه علم به عنوان یک نگاه بسیار مهم و اساسی کنفرانسش رو در مدت 4 هفته خواهم داشت. این کنفرانس از روز دو سه شنبه آینده 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای درباره خوشبختی از دیدگاه علم $50 خواهد. همچنین سفری داریم 7 شب و 7 روزه از لانگ بیچ یا اورنج لس آنجلس به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتو وایاترا، دو بندر فوق‌العاده زیبا و دیدنی که از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. معمولاً کشتی با سرعت قیمت‌هاش رو با توجه به فروشی که می‌کنه افزایش میده و بنابراین اگر در این زمینه مایل هستید لطفاً اطلاعات لازم رو بگیرید و اقدام کنید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل. لطفاً بعد از پیام ها و خلاصه اخبار با ما باشید.
تو تنها بمونی واسط میمیرم جواب دنیا رو میدم با تو میمونم واسط همیشه اگه دنیا بخواد من تو تنها بمونی واسط میمیرم بوده تموم شده چاره ما گذاشتم
بزار ندهش ما رو به بازی نگیره، میدونم این عاشقی از یاد هر دومون میره، از یاد هر دومون میره. نبینمت شاید نگاه آخر، چشمای بیگناه تو آتیش به جونم میزنه، سادگی اشتباه ما گناه ما دل بستنه، جدایی سرنوشت تو تنهای تقدیر منه، تنهای تقدیر منه. دارم میرم نگو نرو، هوا هوای رفتنه، هرچی بوده تموم شده، چاره ما گذاشتنه. دارم میرم تا سرنوشت ما رو به بازی نگیره، خب میدونم این عاشقی از یاد هر دومون میره، از یاد هر دومون میره. در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقان و در قوغاست. مرکز روانشناسی پرتای امید، The Radiance of Hope، نور امیدیست برای آنان که به فردای روشنتری می نگرند. مرکز روانشناسی پرتای امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهوره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید. سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hivm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می داریم.
از پیشت بره دیگه دنبالم نباش. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو آقای هلاکویی. بله بفرمایید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. من سوالی که داشتم درباره شانس، معنی شانس چی هستش و آیا همچین چنین چیزی هستش که شانس یک نفر شانس داره یا زندگیش بدون شانس؟ میخواستم نظر شما رو بپرسم. خواهش می‌کنم. می‌خواید از رادیو بشنوید؟ من از رادیو گوش می‌کنم. خیلی ممنون. ببینید عزیز، این لغت شانسی که اشاره فرمودید معناش در حقیقت احتمال و یا امکان حادثه و اتفاق خوب و بدی. بنابراین اگر یک کسی اتفاقاتی که برش میفته خوب باشه به عنوان خوش شانس و اگر اتفاقات بد باشه به عنوان بد شانس شناخته میشه. اگر واقع بینانه بخوایم به موضوع نگاه کنیم و در جهان طبیعت نگاه کنیم، هر پدیده یه احتمالی داره. فرض کنید یه موضوعی هست که مثل گرسنگی و تشنگی من و شماست که طی 24 ساعت 100% اتفاق میفته، اما ممکنه یه بیماری سالی 4 دفعه باشه، برخی از بیماری ها 4 سال یه دفعه باشه، بیماری هایی هست که اصلا 90% آدم ها پیدا نمی کنن و اول. به بیان دیگه ما در اصطلاح علمی میشه گفت که برای هر حادثه یک منحنی وجود داره که بهش به عنوان منحنی نرمال میگن که توضیح فراوانیش نسبتا از یه نظمی برخورداره. یعنی فرض بفرمایید شما در یک کشوری مانند امریکا احتمال یه مقدار بیماری ها بسیار کمه، در حالی که برخی از کشورها زیاد. در برخی از جاده ها به دلیل نوع جاده و بارندگی و برف تصادفش، مخصوصا تصادف های سنگینش یا شدیدش بیشتره، جای دیگه کمتره. بنابراین اگر یه مقدار واقع بینانه به جهان نگاه کنیم، ما در دنیای زندگی میکنیم که هر حادثه خوب و بدی یه توزیع فراوانی داره یا یه احتمال و امکان داره. به همین جهت که اگر به من شما بگن این که شما سرما بخورید چقدره، یا این که من و شما به اون بگن که مثلا پامون بلغزه چقدره، تا این که بگن هواپیمای در خانه ما سقوط کنه، خب اینا احتمالاتش متفاوته. درباره بیماری هم همینطوره، یه بیماری هایی 5% آدم هم گیرن یا 20% یا 90%. پس به یک اعتبار اصلا معنایی نداره. ما با یه مقدار احتمال و امکان روبرو هستیم و اون احتمال و امکانها برخی از اوقات خوبند، برخی از اوقات بد. اینکه تصور کنیم یک کسی یه جایی برای من و شما خوبی یا بدی می آفرینه، خب این به نظر من هم نشانه کمی نادانی به واقعیات جهان، هم خودخواهی فوق‌العاده است که ما تصور کنیم یک کسی برای ما همچی تصمیم میگیره، یا یه حقیقتی یا خدا یا هر چیز دیگه. چون اون خیلی آدم باید خودخواه باشه و خود بزرگین که تصور کنه خلقت و کائناتی به این عظمت حالا معطل و معوق مونده که بنده ناخونم بشکنه یا عرض کنم پام به دیوار بخوره یا نخوره، یا درباره حوادث دیگه این گونه فکر بکنم. اما اگر قصد اون است که مثلا آدمایی هستن که همینجوری خوششانسن، خب این فقط در یه جا معنا میده که وقتی که من و شما در یه شرایط و وضعیتی زندگی میکنیم یه احتمالاتی در اونجا کمتر یا بیشتر. یعنی من و شما اگر در افریقا زندگی میکنیم، اونم در مناطق بسیار سخت، خب احتمال گرسنگی و بیماری و کوتاهی عمرمون خیلی بیشتر از این است که در یک کشور اروپایی یا امریکا و کانادا زندگی کنیم. یعنی که من و شما در یه خانواده فقیر با پدر و مادر کمدان و نادان و بیمار و معتاد روبرو بشیم، مسائل و مشکلات بیشتر و بدتری پیدا بکنیم، خب کاملا مشخصه. بنابراین یه مقدار از اینا یه مجموعه است که بسته به اینکه در کجا قرار داریم اتفاق میفته. همونطور که 500 سال قبل نه سقوط هواپیما بود
نه احتمالا مردم از طریق رادیو تلویزیون مطلبی رو یاد میگرفتن، ولی امروز هست. به همین جهت که پاسخ من به شما میتونه این باشه که چیزی به اسم شانس یا بخت و اقبال وجود نداره، مگر اینکه شما بخوای به یه حوادثی اینچنین نام بگذارید. چون به نظرمون غیرعادی یا استثنایی میاد فکر کنیم که از یه جایی آمده، در حالی که مثلا بردن بلیت بخت آزمایی یه قواعدی داره. مثلا در برخی از موارد از هر 13 میلیون نفر یه نفر میبره، برخی از وقت همون یک در 13 میلیون هم اتفاق نمیفته، بنابراین به هفته بعد موکول میشه و همه پدیده ها در جهان با یه همچین احتمال امکانی روبرو هستن. نتیجتا اگر شما من بخواید بگید که خوش شانس یا بدشانسه، من اصلا اون برام معنایی نداره و زیر بارش هم نمیرم و به همین دلیل است و فکرم نمی کنم که از بالای کسی برای کسی تصمیم گرفته، مگر اینکه ما اینقدر دنیا رو کوچک و کوچک، حتی کمتر از خودمون بدونیم که بارگاه خلقت و عظمت گرفته نشسته و من و شما رو همینجوری ناظر است و صبح تا غروبم در کار عرض کنم اینکه چه غذایی بخوریم و نخوریم و دلمون درد بکشه و سرمون تیر بکشه و نکشه، همینجوری داره برای ما صبح تا غروب تصمیم میگیره و اونم خیلی دیگه کمدانی و خودخواهی است. بنابراین باوری به همچی چیزی به اسم شانس ندارم. متاسفانه در زبان فارسی لغت شانس با لغت احتمال و امکان مخلوط شده و بنابراین خیلی از اوقات من دیدم پزشکان خوب و عزیز ما بیش از هر کس دیگه با این جمله مسئله رو شروع میکنن که شانس اینکه شما این سرطان یا اون بیماری رو بگیرید اینقدر، نه این شانس ما نیست، اون احتمال و امکانشه. چون همطور که شما هم اشاره فرمودید شانس اصلا یه بار مثبت داره. این لغت با لغت چانس به معنی احتمال و امکان نباید اشتباه گرفته شه، ولی به نظر میاد از زبان فرانسه اومده و ما هم به جنبه مثبتش نگاه میکنیم. هیچ شانسی نیست که انسان 20% یا 30% این بیماری یا اون بیماری رو بگیر. امیدوارم اگر این دوستانم بفرمون امکانش و احتمالش و هر لغت دیگری که بیان میکنن تا اینکه بگن شانستون اینه، چون وقت از که انسان ترجیح میده اصلا شانسی نداشته باشه. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. آقای دکتر، سال از حضورتون داشتم و در مورد تو خواب راه رفتم بود. من از بچگی تو خواب خیلی راه می رفتم، الانم هست 45 سالم هست، ولی تعدادی که تو خواب راه می رفتم ممکنه مثلا هفته یه شب یا دو شب باشه، ولی من مشکلی که دارم اینه که کارهایی که تو خواب انجام میدم فرداش یا دو روز بعدش متوجه میشم، یا صبح که از خواب بلند میشم مثلا عوض کردن لباسم یا جا به جایی یه سری چیزا رو متوجه میشم شب قبلش تو خواب راه رفتم، یا ممکنه بعد وقت اگر با سر و صدا باشه خودم از سر و صدای خودم بیدار بشم. میخواستم سوال بکنم از حضورت که این دلیلش چیه؟ بله ببینید عزیز، دو تا موضوع هست در ارتباط با شما، چون به نظر من بیشتر دومیه تا اولی. یکی ماجرای در خواب رفتن این هست که مغز انسان وقتی در حالت خواب قرار میگیره، اون زمانی که وارد مرحله ریم میشه که بهش میگن رپید آی موون، یعنی مرحله‌ای که مردمک چشم زیر چشم حرکت میکنه و زمینه فراهم میکنه برای رؤیا یا خواب دیدن ما، فرمانی که مغز صادر میکنه اینه که همه تقریبا عضلات و ماهیچه‌ها رو از کار میندازه. برای اینکه شاید یه دلیلش در گذشته ها، گرچه شاید حالا امروز توجیهش چیز دیگری است، این بوده که فرد خوابش رو عمل نکنه، یعنی اگر من خواب دیدم اون رو عمل نکنم، بنابراین عضلات و ماهیچه ها از کار میفته. در خصوص بچه ها هم زبونشون برخی از وقت کار میکنه، هم دست و پاشون و بیشتر پاشون که راه میفتن. ضمناً برخی از افراد قسمت چشمشون و یا گریه کردنش هست، به طوری که صبح دوباره میشن مثلا بالششون چون گریه کردن خیسه. پس این وضعیت قرار تقریبا به 13-14 سالگی تموم بشه، یعنی اگر کسی حرف میزنه یا بعض وقت میخنده یا گریه میکنه یا راه میره، قرار است که وقتی به سن بلوغ میرسه یا نزدیک به اون متوقف بشه و تمام بشه، اجاز در مورد استثنایی واکنشی نشون نده. این که آدم ها در حالت خواب راه میرن در حقیقت یه نوعی از همون حرکت هست، ولی خبر دارن و باز به همینجاست که چون خوابن نباید بیدارشون کرد، چون ممکنه زمین بخورد. بنابراین باید یه جوری گرفتشون و بهشون خیلی آهسته یه فرمان داد که برگرد مثلا تو رخت خوابت، میرن و همونطور که شما اشاره فرمودید فردا صبحم یادشون نیست. اما یه احتمال دیگه هم هست،
بسیاری از اوقات آستانه خواب که در حقیقت پایین اومدن امواج مغزی یا فعل و انفعالات یا فعالیت‌های مغز در یه جهتی باید به یه حدی برسه، اینا تعادل و بالانس ندارن. بنابراین اینکه شما فرض بفرمایید شب بیدار میشید و ممکنه برید لباستون عوض کنید یا یه چیزی مثلا جابجا کنید یا بخورید، فردا صبح یا یه وقت دیگه متوجه میشید یه تغییر پیدا کرد، اینا رو نمیشه خیلی گفت در خواب راه رفتنه. اینا یه مرحله ای از خواب و بیداری است که تقریبا همه آدما کوتاهش رو تجربه میکنن، مال شما بلندتره. یعنی شما یه مرحله ای از خواب و بیداری دارید که به یه نوعی وارد مرحله هوشیار ذهنتون میشید، مثلا امواج مغزیتون وارد مرحله یکم بیشتر از آلفا میشه که بین مثلا 14 سیکل در ثانیه است، مثلا 15 و 16 است، راه میفتید یه سری کارایی میکنید، بعدم شب میگیرید میخوابید، فردا صبحم وقتی بلند میشید هیچ یادتون نیست، بعد متوجه میشید مثلا فرض کنید لباستون عوض کرد یا جورابتون رو پاتون کردی از پاتون در آوردید. بنابراین چیز خاصی نیست، ولی بعد از سن 14 15 سالگی بهترین توصیه اینه که با یه متخصص مغز و اعصاب یعنی نورولوژیست تماس بگیرید. غالب اوقات یک عکس برداری یا ام آر آی یا یه توصیه از این قبیل میتونه اون رو متوقف کنه، برای که ممکنه هم شما رو خسته نگه داره هم یه مقداری خطراتی رو برخی از اوقات موجب بشه. من زمانی که ایران بودم این کارو کردم، دکتر ایران به هم گفت عکس گرفتم، گفتن یه خراش خیلی کوچیکی هست که ممکنه دوران بچگی یه ضربه خورده باشه، ولی اینجا این کارو انجام نگفتن، هیچ مشکلی از لحاظ ضربه و اینا نداری. مشکلی بود که یک حدود سه بار تو خیابون گرفتنم، خب تلفن مثلا میزنم یا زنگ تلفن بیدارم میکنه یا اینکه خب مسیج میذارم که بعدا مثلا به هم میگن. خستگی ندارم به اون، چون 6-7 ساعتمو کامل میخوابم. فقط یک بار به هم قرص آرام بخش دادن که وقتی که من اون آرام بخش رو میخوام که خوابم سنگین بشه اصلا بیدار نمیشم. بعد ممکنه اون موقعی که تو خواب راه رفتم تو خیابون گرفتنم موقعی بود که آرام بخش برده بودم، چون با صدای در و اینا بلند نمیشم، ولی خوابم سبک هست که مثلا اگر چیزی رو جا به جا کنم یا موقعی که خودم صحبت میکنم یا جیغ میزنم یا یه هر اتفاقی که برام میفته خودم بیدار میشم. به هر حال عزیز، من معتقدم اگر به شما گفتن یه ذره سرسری بهتون گفت، در حدی که شما میفرمایید احتیاج به یه عکس برداری یه امارای کامل داره و اگر مخصوصا در مغز قبلن یه چیزی دیدن حالا باید دیده بشه و الا باید یه توضیح و توجیه بدن که بر سر اون تغییر چه آمده. این که من معتقدم همچنان مراجعه کنید، چون همطور گفتم ممکنه موقع خطراتی برای خودتون یا دیگران به وجود بیارید. فرض کنید شما پشت فرموشین در این حالت نیمه خواب، خب وقت میتونید موجب آزار خودتون و دیگران بشید. نه جدی بگیرید چه عزیز، شما قرار هست مغزتون آروم بگیره، این مغز شما آروم نمیگیره، دلش هم نمیخواد و بعدم میتونه مسئله داشته باشه، ولی من فکر کنم در حد متخصص اعصاب روانشناس و روانپزشک و اینا شما نمیخواید، شما یه متخصص نورولوژیست و اعصاب میخواید که بتونه کمکتون کنه در این زمینه. امیدوارم چیزی هم نباشه. خیلی متشکرم. مرسی آقای شنگوان رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. KIRN Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون. بفرمایید. من خواستم مختصری از زندگی خودم براتون بگم. با مشکلاتی که الان در پی هستش میخواستم از شما راهنمایی بگیرم. من ازدواج داشتم. اول ازدواجم که یه پسر بود، دست ازدواجم یه پسر بود که شوهر من فوت میکنه. بعد از 5 سال من با یه آقای آشنام نه سب کنید ساخه نه شلوخ شد. شما ازدواج اول چند سالتون بود؟ من 20 سالم بود. خب اون وقت همسرتون در چه سنی از شما فوت کرده؟ من 23 سالم بود که همسرم فوت کرده. وقت بچه 5 ساله از کجا داره؟ من 20 ساله نیمه بود. چقدر؟ 1 سال و نیمش بود. 1 سال و نیمش بود. اوکی. بنابراین خب بعد از 5 سال شما با کسی دیگه آشنا شدید؟ با یه آقای آشنا شدم. یعنی وقتی 28 سالتون بود شما؟ بله 28 سالم بود. خب دو سال از هم بزرگتر بودم. خیلی ایشون ازدواج من کرده بودن و من ازدواج اولشون بود.
اول همه چیز به نظر خیلی عالی بود و ایشون خیلی از لحاظ قیافه از لحاظ همه چیز خیلی خوب بودن و البته خانواده ایشون خیلی مخالف بودن که با من که بچه دارم و به حساب اینطوری هستم بخاطر ازدواج هم مخالف بودن، ولی بعدها که با هم ازدواج کردیم خانواده اونا موافق بودن که من هستم عروسشون و خانواده ما مخالف بودن که ایشون دامادشون هستن. به این صورت که ظاهرا خیلی آقای خیلی خوب با شخصیت خوبی بودن، ولی در حس که باشون زندگی کردم احساس کردم که یازاش بوده یه دیگه زندگی ما که ما خانواده هستن خیلی به حساب خانواده بلوغ و در رفته آمده بودیم، یازاش زندگیمون تنگ و تنگتر می شد، یعنی بایدمون کوچیک‌تر می شد که رفته آمدهمون خیلی کمتر می شد و ایشون دوست نداشتن، خیلی متأثر بودن، دوست نداشتن که یاد درخت آمد باشیم یا چیز باشم. من همه اینا رو به حساب این میگرفتم که خیلی به من علاقه دارم و خیلی من دوست دارم. بعد ناوشش احساس میکرم که حالت اینگاه بیمارگونه است که مثلا من کل بدون اجازه میشون حق ندشم جایی برم، بعد خرید و همش به کل دست ایشون بود و بعدش هم برای مسئله زندگیمون همش ایشون چیز بودن. بازم من به حساب اینکه ایرانی هستیم و ایشون مثلا با توجه به اینکه فرهنگی که دارن اینطوری هستن بازم برام چیز نبود که، ولی همینطور که نه نفهم مگر ایشون ایرانی نبوده؟ چرا ایرانی هست؟ حالا خب پس ایرانی هست. حالا به سال من شما فرزندی از این ازدواج شما الان چند سالتونه شما؟ الان من 54 سالمه. یعنی شما از اون مدت 54 چون 26 سال از اون زمان گذشته. بله بله. خب پسر فرزند شما هم که 32 سالشه تقریبا. 33 سالشه. بله الان دختر هم سامنه داریم. نه سب کنید، فرزندی شما بسندگی پیدا کردید یا نه؟ بله دو تا دختر داریم که به فاصله یعنی بعد از به حساب وقتی پسرم 10 سال حالا مهم نیست اونا الان چند ساله و چند ساله؟ 22 سالشه دخترم، یکی دختر بزرگم 22 سالشه و دختر کوچیکم 15 سالشه. خب و دختر بزرگم الان ما جریانم به این صورتی که وقتی که از ایران که اختلافاتمون خیلی زیاد میشد حتی به کودک کاری و کودک فیزیکی هم میرسیم که مثلا نمیدونم از کجا این مسئله میاد، از کجا میره، یه حالتی نه من آدم بدی بودم نه ایشون آدم بدی، اصلا نه اهل هیچ نبودم، ولی اصلا نمیتونستم من زندگی رو تحمل کنم چون کنترل خیلی بیشتر از حد بود. ولی ایشون اول که میخواستم ازدواج کنیم به من گفتش که پسر شما خیلی خوب خیلی عزیز، ولی من تو سن تکلیف ایشون رو نگه میدارم با توجه به اینکه تو فامیل شناختی از ما نداره و میدونی که ما چه خانواده خوبی هستیم و چقدر من میتونم تو زندگیش خوب باشم، این حتما یه چیزی هستش که به حساب بعدا تصمیم میشه. ولی به محض اینکه پسرم 15 ساله شد پس پر زندگی ما بره بیرون و این دردناکترین چیزی بود که زمانی بود خیلی مسئله خیلی دردناکی بود برای من و با توجه به و ایشون که خواست بره خونه خاله است بره خونه عموست که هیچ کدوم هم پذیرایی این بچه نبودن، بچه که سن بلوغ بود و بچه این برانور رفت و دوستار مستلق روحی شد که اصلا مستلق سریع. شما کجا زندگی میکردید؟ ما توی ایران زندگی میکردیم تو تهران. بعد خلصه ایشون دوستار مستلق روحی شدن و من درگیر بودم از این بیمارستان باید سر ببرم به این پزشک روان پزشک همینطوری درگیر بودیم، همیشه هیچ حالت سکون و آرامش و خوشحالی نداشتیم. بعد یواشاش ایشون اصلا رابطهشون رو با خانواده ما کلا قطع کردن، چون خانواده ما مختلف ناراحت شدن که یه همچین مسائلی پیش آمد، صدای بچه رو بیرون کرد، صدای این شدن که پسر منم هیچ موردی هم نداشت. بعدها فهمیدم که ایشون یه بعدم به یعنی به من گفتن که در سنین جوانی سه دو سالگی با من ازدواج کردن و همجنس گرایی داشتن تا حدودی. بعدشم که به حساب وقتی که ما اومدیم از ترکیه رفتیم درگیری همون بیشتر شد، چون بیشتر چیز بودیم، بیشتر همدیگه رو میدیدیم. هم تو این فاصله به حساب قبل از اینم که ترکیه بیان ایشون مثلا در این هر وقت میرست مثلا به یک سری کسانی که در رو احساس میکرد که چیز میگیش باشن، مثلا از یک خانم دیگه خودش میمارد، از یه مثلا مختر خانم دیگه، از یه
آخه من نبته نمیفهمم عزیز. ببینید اولا اگر شما من نمیدونم هم جنس گراست یا انحراف جنسیه، چون این دوتا متفاوتن. بعد شما بعد از اینکه پسرتون از خونه بیرون کرد تازه یه دختر دیگه ازشون آوردی. بله خب چرا؟ به آدمی که اینقدر به هر حال رعایت خیلی اصول رو نمی کنه، پسر شما 15 ساله از خونه بیرون کرد، شما باز از این آدم حامل شدی؟ بله چرا بله اونم با این همه فاصله، شما با فاصله دوتا بچه تون 18 ساله. بله من نمیخواستم، ولی خب دیگه شما این نمیخواستید میتونستید قرص بخورید و برید دکتر جلوگیری کنید. ایشون اصلا نمیفهمید که شما چکار کنید. خب شما چند سالیست که از ترکیه اومدید؟ به ترکیه اومدید بیرون؟ این چند سال از ایران اومدید؟ ما الان حدودا 2001 از ایران اومدیم بیرون. بعد سه سال ترکیه بودیم، بعد اونجا ترکیه بسخلی بودیم. بعد این موقع هم که میسازن اصلا حرف نمی زدن، وقتی که دوتا با من چیز بودن اصلا حرف نمی زدن. بعد با یه خانمی هم سنا زدن اونجا و با هم از یه قرار گفتن که وقتی اومدیم هم بسن این اصلا اون ترکیه میخواست که من طلاق بده. وقتی چیز نمی زدن با وجود تمام ناراحتی و مشکلات و به حساب جزیری که تکون داشتیم، ولی من بازم که طلاق نبودم. خود میکرم که خب بازم بهتر از اینه که به حساب بسته هایی که آواره باشن. ولی به هر صورت ایشون قراره که باشن با یه خانم دیگه و بعد ما اومدیم آمریکا. بعد از این مدت بسته گرفتن و ما از هم جدا شدیم و ایشون من بسته ها رو سپردم بهشون. من گفتم من توی آمریکا دو دختر جوانی که دخترم که بزرگ 13 سالش میشد و خصوصاً که 7 سال از اون پیشتر بود با سابقه بسته 7 ساله بود، گفتم من نمیتونم دو دختر جوانی اینجا نگه دارم، بنابراین من نمیتونم شما که میخواییم خود را بسیم بسته هم جوان را سفار رو نگه دارم. با وجود تمام ناراحتی و اینا بودم بسته رو بریسیم. در ایشون وقتم بعد از 6 ماه نتونستم اون رابطه یا اون برم نگه دارم، برگشتم با هم دیگه برگردیم. من با چه شرایطی هست؟ من گفتم با چه شرایطی سال بعد این به سب شرایط تنکاش بشه اینو خوش نکردم و بالاخره به خاطر این بحث هم که ما با هم برگردیم. چون واقعا دیگه برای من هم خیلی دردناک بود که سیخف ما تنها اینجا باشم و به سختی های خیلی زیادی اینجا ما موارد بزرم. بعد به هر صورت برگشتم. بعد از این مدت روز من رابطه زناشویی اصلا جالب نبود، اصلا من اصلا این حالت منزجر شده بودم. بعد از این مدت بود دوباره حساب قلاز زناشویی دیگه دوباره شدیم. بعدا دوباره خونه گرفتیم با توجه به اینکه ما به صورت قانونی هم دوباره با هم برنگشته بودیم، یعنی قانونی هم که طلاق گرفته بودیم، ولی ایشون برگشتن گفتم ازدواج کنیم. سریع اصلا سکوت کامل کردم. بعد به هر صورت برگشتیم و ایشون بعد از اینکه به حساب رابطه زناشویی جدا شد سال 2007 ایشون دیگه جداشدن همین دو بدانه خونه گرفتن و منم دو بدانه خونه گرفتم. الان حدودا از سال 2007 دو تا دختراتون الان پروکیه؟ بله دو تا دخترم پدرشون بودن، ولی ما من و پسرم با حساب زن نزدیکیشون زندگی کردیم و در رفت آمد بودیم. یعنی من بحثه ها می اومدم پیش من می رفتم اونجا، ولی بازم ایشون مثلا دنبال این بودن که ازدواجی داشته باشن و به حساب دنبال کسان دیگه بودن. من به صورت نمی خواستم بگم به صورت رابطه نامشو، ولی ایشون دنبال این بودن که کسی دیگه رو تو زندگیشون بیارن و به حساب نشون بدن که به حساب برگ برنده دستشون هست. بعد به حضرت سال گذشته ولی همچه هیچ رابطه ای نتونستن زبون بیارن. حالا ایشون چه اهمیتی دارن؟ سر که خانم شما سه تا بچه رو تو هوا له کردی، از بین بردید، نگران ایشون هستید که با کسی بوده یا نبوده، بوده که نبوده چه فرقی میکنه؟ تو رابطه جنسی داری؟ شما یه پسر اونجا از دست دادید، دو تا دختر اینجا خودتون ول کردید، حالا چسبید به شوهر هر چه بوده. من نمیدونم چه جوری میتونم نگه میداشتم اونا رو، مگه نگه میداشتم خیلی بچه‌ها خیلی با بچه‌ها پدرشون بودن.
یعنی هم نه من اصلا بحث همونی سکا کنم اونجا مرفم این است که اصلا شمایی که بچه هاتون رو حالا مجبور بودی که اصلا من قبول ندارم شما بیخودی برای چی بچه ها بردی از یه همچه آدم حالا بعد آوردی بعد شما بچه ها رو دادید به ایشون خیلی خوب میگید نتونستید حالا شما نگران هستید که ایشون دنبال زن میگشت یا نمیگشت خب بگردید این چرا موضوع شماست حالا الان چه خبر عزیز یعنی من میخوام بگم تاکیدا خیلی مهمه جان من دارم الان اینو میگم تاکیدا بر این هست سال گذشته به من گفتن که بیا با هم برگردیم با هم یه حالا بیا با هم برگردیم گفتم که خب برگشتم حتی حلقه هم گرفتم که نه حالا ما با هم برگردیم چون که تاکیدا رو نداشتن که باز رفتی سراغ اون داشتن یا نداشتن خب به شما گفتم بیا برگردیم بله من دارم اون داستان رو به حساب بعد من گفتم که با چه شرایطی برگردیم ما باید اصلا تو سگه روان خواست بریم این مشکلات رو پیش اومده اینا رو حل کنیم بعد بتونیم با هم دیگه حساب کنار بیان ولی با توجه به اینکه بچه هم حالا اینجا هستن من بعد گفتن که نه تو دیگه بهانه میاری تو نمیخوای گفتم من دیگه نمیخوام روی دونه به حساب فرسایه های به حساب نازور کنم و بنا کنم چیزی نگفتم گفتم تو بهانه میاری نمیخوای اینجا گفتم به حساب باید این کار رو بکنیم نمیتونم خراب میشه بازم تو میگم بعد حالا چیز نشد و الان دیگه یک سال گذشته من درست سال گذشته بود که این چیز دارم و دنبال هیچ چیزی نرسه همین چند ماه پیش هم که بازم بختر که پیش هم دوباره بستار بستانه که دوزی شد بختر بزرگم مستر رفت و بختر که پیش هم که پیشون بوده بستار بستانه که دوزی شده بعد باز دوباره ما به حساب دختر هم دیگه رو میبینیم و من هستم با دخترم هستم دخترم یاد پیش من و ولی و ایشون همینطوری میخوان فکر کنم اصلا اینا مهم نیست شما سه تا بچه رو از پا در بردید شما دو تا آدم حالا این چسبیده سر ایشون که میخواد بیاد نه اصلا ایشونی که ای برگرده بچه ها میتونی کنار هم باشید چرا نه حالا سوال من این است که مشکل روحی دخترتون چیه؟ این چه تشخیصی روشون داده؟ مشکل دختر یه مشکلی که مثلا چیز میکنه بالا میاره نه خب اون که بلومه که اون که مشکلی نه بذاری ازتون یه سوال بکنم براتون دقت کنی تو خانواده خود شما یعنی خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتی؟ من مادر بزرگم این مادر مشکل روحی دارم دیگه کی؟ برای این پسرم که مشکل روحی خود کرده بود عموش مثلا مشکل دارم چه داشته؟ چه چیزی داشته؟ من نمیدونم چی داشته ولی همچنین که میگیدیمش احساس میکردم که برخورداش همچنین جالب نیست و طرز لباس پوشیدن طرز برخوردش با دیگران نه ببینید عزیز من فکرم این است نظرم این است که شما تو خانوادتون بیماری های جدی روانی داری یا داشتی یعنی ای بس ها تا اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل بله یعنی اینا علائم جان بله نه آخه حالا پس معلوم شد ببینید عزیز این به خاطر این نبود که ایشون بیرونش کردن تو خانواده این بیماری ها هست و ای کاش به هر حال حالا من پیشنهادم حالا سوالتون از من چی عزیز حالا اینطوری هست که همین دخترم هم که دختر خسته خسته روحی شده هم این که الان یه قرص براش دادم به نام نه اون که کمک نمی کنه واقعا سوالتون از من چی عزیز من نمیدونم الان بازم ایشون اصلا چه اهمیتی داره شما دوتا ببخشید نه ازدواجتون ازدواجه نه جداییتون جداییه نه رابطه ایشون معنی داره نه شما قرار خودتون نگران اون کنه اون یه موضوع سطحی است کردن تو این خونه بشینه یا تو اون خونه تو این رستوران غذا بخوره یا اونجا به نظر من شما اگر فکر میکنید با بودن با ایشون به بچه ها میتونید کمکی بکنید و بچه ها میتونن خوشحالتر و راحتتر و راضیتر باشن بکنید اگرم نه نه ولی شما خودتون جایی ندارید اساس یعنی شما دوتایی اذیت نشید دو سه تا بچه رو از پا در آوردید حالا خودتونم خوب نیست حالا با هم باشید نباشید رابطه جنسیتون خوب باشه بد باشه اینا درست مثل این که آدم پاشو ببرن بعد بهش بگن حالا دو تا بلوز برات میخرم حالا میخوان بخرن میخوان نخرن اینی که من فکر میکنم شما خودتون گرفتار نکنید اگر فکر میکنید با هم میتونید یه جوری کنار بیاید و مسائل و مشکلات بچه‌ها و خودتون کمتر میشه
خب این کار رو بکنید. اگرم فکر کنید با بودن با هم اشکالات و اختلافاتتون بیشتر میشه، مسائل بچه هم بدتر میشه. نه البته پسرتون که 33 سالشه، اون دخترتون که 22 ساله میگید رفته، شما تنها کسی که دارید همین 15 ساله است که اونم این حالتهای بلومه کش نمیدونم اگر همینه، حالا اونقدر مهم نیستن که مهم نباشه، ولی اونقدر نیست. ولی اگر چیزهای دیگه است که گرفتارید عزیز، بنابراین پیشنهاد من خدمتتون این است که اصلا فکر ول کنید، خودتون رو ول کنید. شما به عنوان پدر و مادر نگاه کنید ببینید که خیر و صلاح بچهاتون چه میتونه باشه، همون گونه عمل کنید. امیدوارم که این مشکلاتتون حل شه. من پیام هستم، ببخشید من فکر کردم که تمام شده. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. K-I-R-N Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم که نتیجه یک مطالعه 25 ساله علمی در 100 کشور جهان به روی 100 هزار نفر هست رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 4 هفته خواهم داشت. خوشبختی از دیدگاه علم از سه‌شنبه 2 هفته آینده 20 نوامبر در المپیک کلکشن 7 تا 10 بعد از ظهر. ورودی این کنفرانس 4 هفته ای $50 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از اورنج کاونتی یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از دو بندر بسیار زیبا، کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. وقتتون بخیر. سر از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من از اروپا. یه ذره چرا اکو داریم ما، یه ذره این گرفتاری شد. وقتی شما صحبت نمی کنید تلفنتون رو میرم پایین برای اینکه صدا منعکس نشه، بنابراین با صبر کنید تا نوبتتون بشه. بفرمایید در خدمتتون. من میخواستم راجع به مشکلی که اخیرا با همسرم پیدا کردم با تو صحبت کنم. سریعا یه مختصر خلاصه از خودمون براتون میگم. من 27 سالمه، همسرم 30 سالشونه. 4 ساله که ازدواج کردیم. من اروپا بودم، ایشون ایران بودن. من توی ایران باشون آشنا شدم و بعد از اینکه ازدواج کردیم ایشون اومدن اینجا برای کارشون. ایشون پیش پدر من کار میکردن، توی کمپانی پدرم کار میکردن و من دانشجوی دکترا بودم. الان من دکترامو گرفتم و مشکلی که داریم اینه که اخیرا به خاطر میتونم بگم در به خاطر چیزای خانواده که یکم اومدن دخالت کردن بین ما، ما مشکل پیدا کردیم و ایشون بعد از درگیریایی که داشتیم الان رفتن ایران و حاضر نیستن که با من صحبت کنن و همینطور منم حاضر نیستم صحبت کنم چون خیلی درگیر بین ما زیاد بوده. من دو سوال بکنم. سوال اول من این است که شما چه مدت همدیگر میشناختید تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ ما 5 سال همدیگر رو میشناختیم، دوست بودیم ما هم و تو این مدت هم میرفتم ایران، ایشون رو میدیدم، مسافرت میرفتیم و بعد از 5 سال دیگه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. میشه من بفرمایید ایشون درس چی خونده؟ ایشون دیپلم هستن و تصمیمشون این بود که بیان اینجا درس بخونن. تو ایران درس بخوندن، دانشگاهشون رو ول کردن، بعد اومدن اینجا، اینجا هم دانشگاه رفتن. بعد به خاطر درگیریایی که داشتیم و مشکلات مالی زیادی که داشتیم دانشجو بودن، دانشگاهشون رو ول کردن و یکی از درگیریایی که من با ایشون همیشه داشتم به خاطر درسشون بوده. و چیز دومی هم که همیشه من سرش باشون درگیری داشتم کارشون بوده، این که من میخواستم کارشون از پدر من جدا کنن چون من میدیدم که روز به روز دخالت خانواده ها داره بیشتر میشه توی زندگیمون. من میخواستم از این طریق
مستقل کنم زندگیمو، ولی ایشون همچنان صحبتشون این بود که نه خانواده ها، من با پدر شما مشکلی ندارم، مشکل از مادر شماست که دخالت میکنن، و این هی بیشتر دامن میزد به درگیری های ما. ایشون چقدر علاقه داشتن درس بخونن؟ من الان به اینجا که رسیدم میتونم بگم که هیچ علاقه به درس خوندن نداشتن، ولی حرف خودشون اینه که من خیلی علاقه داشتم درس بخونم همیشه، ولی خب همیشه شرایط جوری پیش اومده که من نتونستم درس بخونم، و این اواخرم خیلی علاقه نشون میدادن و خیلی تلاشم میکردن، ولی میگم به خاطر مشکلات مالی که به وجود اومد، چون ما تا ایشون اومدن اینجا زندگیمون رو خواستیم شروع کنیم، پدرم گفتن که خونه بخرید، خونه خریدیم، مورگیج داشتیم، به خاطر تمام فشارهای مالی که روی ما بود ایشون نمیتونستن اونقدر کانسنتریت کنن روی درس خوندنشون، برای همین خب دانشگاه هم ول کردن دیگه. چرا پدر کمک نکرده؟ پدرم از نظر مالی میگیم؟ از نظر مالی پدرم کمک کردن برای خرید خونه، خرید ماشین، خرید وسایل خونه، ولی خب دیگه بعد از اون من خودم بودم که دیگه نمیخواستم که بیشتر از این پدرم کمک کنه برای مخارج خونه. و چیز دیگه ای هم که بود این بود که من شما دستورات دیگه ای برای کسای دیگه نداشتید؟ شما یه دختر 23 ساله پامشید ازدواج کنید با یه مردی، خودتون میخواید برید دکتراتون رو بگیرید، اون علاقه به درس نداره، بعد پدرتون هم بخواد کمک مالی بکنه نمیکنی، شوهرتون هم بهانه پیدا میکنه درس نخونه، زندگیتون به هم میریزه. این کجاش عاقلانه و واقع بینانه؟ حال کمک بکنه، پدر شما فرض کنید 100 یورو داده، حالا 20 یورو دیگه هم بده ایشون درسشو بخونه. نمیدونم آخه عزیز الان شما صبر کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ یه خواهر کوچکتر یه برادر کوچکتر دارم، من بچه اولم ایشون ایشون عزیز بچه آخر هستن. آره دیگه، شما میخواد مرکز فرماندهی باشه، شما میخواد برای همه تصمیم بگیری. الان اگر شوهرتون میومد رو خط عزیز، دو تا شکایت که از شما میکرد چی بود؟ این بود حرفش اینه که من خیلی سخت میگیرم. خیلی زندگی رو سخت میگیرم و اینکه میخوام همه چیز رو با هم در آن یعنی در لحظه همه چیز رو با هم داشته باشم، پول رو داشته باشم، درس رو داشته باشم، رضایت خانواده رو داشته باشم، با هم خوشحال باشیم، همه چی داشته باشیم. اینکه توقعم خیلی بالاست ازشون. خب معلومه عزیز، بعد شما توقعتون که بالاست برای که بتونید دست برتر روش بشی، رفتید با یه آدمی که حداقل در یه زمینه‌ای که موضوع میتونه مهمی باشه مثل درس خوندن اونجا مونده. شما رفتید دکتراتون گرفتید، ایشون دیپلمش رو داره. خب حالا میخوای چیکار کنید شما؟ الان سوالی که من ازتون دارم اینه که حرف خانواده من اینه که جدا شم، اما من خودم ته دلم دوست ندارم جدا بشم، به خاطر اینکه یه سری خوبیا دارن. دو تا مشکل اصلی ایشون که من خودم بهش رسیدم اینه که بی برنامه هستن، احساس میکنم گیجن، و دومش اینه که احساس میکنم خیلی ضعیفن. و شاید خوبیا ایشون چیه؟ خوبیاشون اینکه نوکر شما؟ نه اتفاقا نوکرم نیستن، یه جورایی در برابر منم وای میستن، یعنی اینجوری نیستن که. خب از این بابت من از جانب ایشون معذرت میخوام. آخه عزیز من، شما همه تصمیم ها رو میگیرید بعد میخواید در مقابلشون هم نایستن، خب بیچاره چیکار کنه؟ آخر کار مجبور شده ول کرده رفته. نه حالا من بگید خوبی های ایشون چیه که شما از ایشون نمیخواید بگذارید؟ خوبی هاشون اینه که اینکه خیلی صادق هستن تو رابطه، از اولشون همیشه با من صادق بودن. دومین خوبیشون اینه که خیلی اهمیت میدن به خانواده و همسر، و یعنی همیشه دوست دارن همه چی محور خانواده بچرخه. و سومین چیزی که خیلی برای من شاید بگم خیلی از اون دوتا مهمتر این بود که قیافشون، من خیلی قیافشون برام جذاب. ببینید عزیز، شما از قیافه ایشون خوشتون آمده، داستان صادق بودن و خانواده معناش این هست که این آدم به دلیل اینکه من به هیچ مردی اعتماد و اطمینان ندارم، به این مرد میتونم اعتماد اطمینان کنم. بچه آخرم هست، کنترلم دست منه، زورم هم زیاده، پول بابام هست، مدرک دکترای من هست، ایشون در خدمت ما هستن. ولی این همچی آدمی به درد شوهری نمیخوره، این همچی آدمی به درد نوکری میخوره. و این مرد هم اومده اونجا گیر افتاده برای که فکر کرده به حساب خودش میتونه از یه مزایا استفاده کنه. شما عزیز در حقیقت از قدرتتون و از توانایی هاتون برای کنترل ایشون استفاده کردید، و هیچ مردی نیست که یه ذره بخواد، جز در مواردی که بخواد بپره و از یه کسی به عنوان سکوی پرواز استفاده کنه یا پرتاب استفاده کنه، تو همچین رابطه بمونه. قصه صادق بودن ایشون اصلا چه معنایی داره؟ کجا صداقت عزیز؟
ایشون بازیایی که میکنه و بعدم اینکه به خانواده اهمیت میده. چه به خانواده اهمیت میده؟ اگه به خانواده شما اهمیت میده، سخت به این خانواده محتاج، خانواده‌ای که میارنش به اروپا براش ماشین میخرن و خونه میخرن و اینا، که دیگه حالا علاقمندی نیست. اگرم قصد شما این است که به شما علاقمنده، خب این علاقمندیش به خاطر مزایایی بوده که داشته و به هر حال فرصتایی که شما در اختیارش گذاشتید، یا به خاطر همه چیزایی که شما دارید. اما شما در حقیقت دنبال یه مردی بودید که ظاهر خوبی داشته باشه، بتونن بهشت بنا کنید. این دو تا شرط شما بوده برای ازدواج. بلا من حرفایی هم که میزنید تو همین چارچوبه، یعنی به نظر من یه رابطه بسیار سطحی و یه انتخاب کاملا کودکانه خودخواهانه از جانب شما بوده و همچنان هم ادامه داره. حالا به من بگید که واقعا دیگرانی که رابطه شما رو میبینن چگونه اوضاع رو میبینن؟ دیگران، اگه بخوام از طرف خانواده خودم بگم، که خانواده خودم اول که ازدواج کردیم مخالف نبودن، ولی بعد از اینکه ایشون اومدن اینجا و زندگی ما رو دیدن، چون ما همیشه درگیر بودیم سر درس خوندن و کار ایشون، خانواده من اولین دعوایی که ما با هم داشتیم و پدر و مادرم اومدن این بود که از هم جدا بشید. یعنی همون 3 سال پیش به ما گفتن از هم جدا شید و ایشون کینه‌ای که از پدر و مادر منم گرفت این بود که چرا با هر دعوایی که میشه خانواده شما میگن که از هم جدا شید. خانواده همسرم که اونا سخت مخالف جدا شدن هستن و تا حالا هم هیچ، یعنی توی همه درگیرها همیشه طرف منو گرفتن. و دوستا هم که همه دوستا، در نظر همه دوستا، در ظاهر ما یه زوج خیلی موفق رو میتونم بگم، یه زوج نمونه هستیم بین همه دوستان. یا خب برای که نمایش میدید عزیزم، کجا نمونه هست؟ نمونه چی هستی؟ نمونه عدم تناسب، نمونه اشکال، نمونه اختلاف، نمونه تفاوت؟ نه، این رولیست که شما دوست دارید عزیز. ببینید، شما دنبال یه جایزه میگشتید به اسم شوهر که بذاریدشون بالا و میخواستید این شوهر فقط بتونه جلوه‌گری و نمایش داشته باشه. نشون دهنده یه ویژگی کامل روانی شماست برای اینکه قهرمان باشید و او رو انتخاب کردی. ظاهر زیبایش میدن، رعایت هم جلوی مردم هم رول تظاهر بازی میکرد، اینی که به صداقت ایشون اهمیت میده، برای که مثل شما نمیخواسته رول بازی کنه. بعدم خانواده شما چرا این کارو میکنن؟ برای که فکر کنن خب ما این آقا رو برای تو خریدیم، یه خرید خوبی نیست، خب بتونیم پسش بدیم. و خانواده او چرا موافق هستن؟ برای که فکر کنن خب شما دختری هستید که به یک اعتبار همه چیز دارید، اما خبر از این که در درون شما و رابطه شما چی هست نیست. یعنی به نظر من ازدواج خیلی خیلی در حقیقت تخیلی و رویایی بوده از جانب شما و شما دنبال آرزوها و هدفاتون. شما هم همینطور. من نمیدونم حالا چون 2-3 دقیقه وقت بیشتر ندارم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟ سوال من الان اینه که همیشه حرفی که شما میشنم اینه که اگه یه ازدواج اشتباه باشه باید سعی کنیم که جدا شدنمون اشتباه نباشه. حرف من الان، سوال من از شما اینه که این شاید الان من به این نتیجه رسیدم که این ازدواج اشتباه بوده، ولی برای جدا شدنم نمیخوام اشتباه دوم داشته باشم و سخت از طرف خانواده‌ام زیر فشارم که جدا بشم. الان نمیدونم واقعا چیکار کنم. نه ببینید عزیز، شما بهترین کاری که میتونید بکنید این هست که این مرد رو راضیش کنید که حتی اگه نمیخواد برگرده، برای که اونجا شاید به دلایلی نمیخواد، ولی اگر بتونه برگرده چه بهتر، ولی ازش خواهش کنید به خاطر همه چیزی که بینتون بوده و هزینه‌هاش هم شما بپردازید، ایشون بره پلوی روانشناس خوب، یه روانشناس خوب رو در ایران پیدا کنه، بره یکی 2-3 جلسه و بعد شما هم تلفنی اگر نمیخواید برید اونجا چون ممکنه موضوع و مسائل پیدا بشه، با اون روانشناس گفتگو کنید. یعنی هزینه‌هاش رو بپردازید، ارزشو داره. یعنی اون، چون حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته و مهمه، یه 10 ساعتی وقت بگذارید که صمیمانه، صادقانه حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون، خواستتون، آرزوتون، امیدتون، هر چه هست رو بریزید بیرون و یه روانشناس خوبم صحبت ایشون رو حضوری بشنوه، شما رو هم از طریق تلفن داشته باشه و این گفتگوها مثلا حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا معلوم بشه که آیا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. تحت تاثیر پدر مادر قرار نگیرید به چند دلیل. اولا میتونن اشتباه کنن، 2 شما همیشه مسئول و مقصر اونا رو میدونید، 3 به خاطر اون بازی‌ها و لجبازی‌های اونا با شما و شما با پدر مادرتون شروع میشه، 4 گرفتاری‌های بعدی پیدا میکنین، همیشه هم دودلید که این کارا درست بود یا نبود. به نظر من حرفتون در این باره درسته که این رو اگر بخواهید ببرید باید درست ببرید، فقط کنید که خاطرتون آسوده باشه انتخاب و تصمیم بهتری رو یا کمتر بدی رو گرفتید. اینه که حالا که ایشون حاضر نیست برگرده، حالا که شما امکانی ندارید با هم برید پلو تراپی،
ایشون رو بخواید که این کار بکنه، یا شما یه تراپیست خوب پیدا کنین چند ساعتی حرف بزنین، چون دادگاه که نیست، شما حرفاتون بزنید، اونم بره حرفاشو بزنه، بعد ستایی یه دو ساعتی سه ساعتی وقت بذارید که همه حرفا رو بزنید، خودتون به این نتیجه برسید که آیا صلاحتون است که ادامه بدید یا نه. ولی تحت تاثیر پدر و مادر ایشون یا پدر و مادر خودتون قرار نگیرید، به اندازه کافی اونا دخالت کردن، ولی شما هم یه مقدار ذهنیت عزیز به نظر من ذهنیت درستی برای انتخاب همسر نیست. یعنی اینا با توجه به جایگاه فرزند اولی که داری، با توجه به امکانات و فرصت‌های مالی که داشتی، با توجه به درسی خوندی و دکترایی که گرفتی، همه اینا دست به دست هم میده که مقدار انتظار و توقعی که از خودت و دیگران داری اینقدر بالا باشه که بتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره. بنابراین من اگر جای تو باشم عزیز این کارو میکنم، راه دیگری نداره. اگر آمد یا شما رفتید ایران و جرأت میکنید و چون مسائل قانونی اونجا رو باید مواظب باشید، خب این کارو بکنید، اطمینان هم نکنید چون همیشه میتونید ممنوع خروج بشید، مسئله پیدا. ولی اگر نمیتونید از راه دور میتونید این کارو بکنید، حداقل یه 10 ساعتی صحبت بکنید ببینید چه میشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یه موقعی صحبتی ایشون داشتن یا شما، خوشحال میشم اگر بتونید با هم صحبت کنیم، ستایی صحبت کنیم، چون مسائل میشه روشن کرد. به هر حال امیدوارم هر چه خیر صلاح هر دوی شما هست اتفاق بیفته. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. تمام. شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. فکر میکنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزا چندین هزار چشمه خورشید در دلم نیجور شد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شور زار یاد چندین هزار جنگل شاداب ناگهان این روید از زمین. آه ای یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لقصید تو به تو. من آبگیر صافیم نک به سهر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبود دست من این سان بزرگ و شان. احساس می کنم در چشم من به آب شور عشق سرخ و خورشید بی غروب رودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار عاشق غافلی می زند جرس. We'll be right back.
در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه گیسوی خیس او خده بود چون خده به هم من بانگ برکشیدم از آسمان یاد آه ای یقین یاد بازت نمینم سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی اعلام می‌دارد. به شکرانه نعمت‌هایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرو و سریال برای روز شوگزاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 Ventura Boulevard, Woodland Hills. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید. پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org.
I'm